روی باندی بر سر نتیجه مذاکرات ناشی از چیست؟ توافق ژنو، توافق هسته‌ای ژنو میان ایران و 5 به علاوه 1 مهمترین مسئله امروز کشور است. ضمن تشکر از زحمات تیم مذاکره کننده کشورمون و حمایت از نفس مذاکره، بر پایه اخبار منتشر بعد از توافق ژنو فعالیت هسته‌ای در تمام سایت های ما تعطیل شده. بر سر تعطیلی نیمی از نطنز و 3/4 فرد و توافق شد. بازرسی جاسوسان سیاه در قالب هیئت‌های آژانس از مراکز هسته‌ای ما به صورت بی سابقه پذیرفته شد که حتی نفس کشیدن ما هم برای آنها قابل کنترل می باشد. تغییر ماهیت راکتور آب سنگین عراق و بی خاصیت شدن آن پذیرفته شد. چگونگی غنی سازی که بر اساس معاهده NPT حق ماست هنوز بر پرده ابهام است و به جای آن حق دسترسی به اورانیوم پذیرفته شده است. رسالت ارگان باند مؤتلفه. مطالبات متوهمانه آمریکا از مذاکرات هسته‌ای. توافق 100% با چاشنی موشکی. روزنامه حکومتی جوان ارگان بسیج ضد مردمی. بنبست وین با تاکتیک آمریکایی، نگارش همه یا هیچ. روزنامه حکومتی کیهان ارگان خامنه‌ای. بازتاب جهانی شکست مذاکرات وین. رسالت ارگان باند مؤتلفه. فروزنده قائم مقام جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی گفت ایران به هر قیمتی حاضر نیست سر میز مذاکره بنشیند. رسالت ارگان باند مؤتلفه. نوبری سفیر سابق ایران در شوروی. توافقنامه ژنو امکان زیاده‌خواهی آمریکا را فراهم کرده است. یادداشت روز کیهان به قلم پاسدار حسین شریعت‌مداری. خوشبختانه بی نتیجه ماند. قابل درک بود که مذاکرات در تمامی مراحل و موارد آن نمیتوانست و نمیتواند به نتیجه برسد، چرا که نتیجه مطلوب آمریکا و متحدانش نه فقط توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران، بلکه به قول دیوید فروم در CNN تضعیف موقعیت ایران اسلامی با 2 هدف پلکانی تعریف شده بود: ابتدا تغییر رفتار و سپس تغییر ساختار نظام. همینجا باید گفت تیم محترم مذاکره کننده کشورمان به تعبیر واقع بینانه و حکیمانه حضرت آقا فرزندان انقلابند و هرگز دست به سازش و خدایی نخواسته خیانت نمی آلایند، ولی بعید نیست که فرزندان انقلاب در مواردی ساده انگاری کرده و به خاطر خوشبینی مفرد سرشان کلاه برود که با عرض پوزش رفته است. روزنامه حکومتی شرق. حالا فصل دورگردی کاسبان است. از یک طرف کاسبان دلواپسی، از طرف دیگر آنها که دنبال فرصتی برای اعلام شکست مذاکرات بوده و هستند. این همان نقطه ایست که کاسبان تحریم به راه میافتند و از یک سو اختلاس و از دیگر سو دست در جیب مردم کردن را به راحتی انجام میدهند. روزنامه حکومتی اعتماد. اعلام شکست مذاکرات زود است. روزنامه حکومتی آفتابی است. مذاکرات هسته‌ای شکست نخورده است. رسالت ارگان باند مؤتلفه. ولایتی پس از دیدار با مدیر کل خاورمیانه وزارت امور خارجه فرانسه: نه تنها به این مطلب که مذاکرات به بن‌بست رسیده معتقد نیستم، بلکه این مذاکرات ادامه پیدا می‌کند و جمهوری اسلامی ایران همواره طرفدار استمرار مذاکره است. رسالت ارگان باند مؤتلفه. نقبی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: همه باید پشتیبان تیم مذاکره کننده باشیم. سرمقاله روزنامه حکومتی مردم سالاری: اگر عده‌ای به اراده خود یا به خواست پس پرده نشسته‌ها خودسری کنند، فضایی ساخته خواهد شد که خودسر و محرک و مشوق همه زیان کنند. این را حکم روزگار به ما می‌گوید که دست انتقام بیکار نمی‌ماند و همان تنازع بقایی است که در طبیعت سابقه دارد. دو روز پس از پایان 4th دور مذاکرات اتمی رژیم با 5+1 در وین، ما شاهد یک بلبشوی تمام عیار در درون رژیم هستیم. مجلس ارتجا و رسانه‌های باندی به سر یک کشمکش تازه بر سر نتایج مذاکرات هستند.
روزنامه های باند ولایت نتیجه رو با تیترهای برجسته‌ای همچون بنبست وین، بازتاب جهانی شکست مذاکرات، زیاده‌خواهی آمریکا و مطالبات متوهمانه منعکس کردند. روزنامه های باند رفسنجانی روحانی اما تیتراشون به کلی متفاوته. مثلا نوشتن اعلام شکست زود است، مذاکرات زمان بر و شکست نخورده است. تو اظهارات مهره ها و سردمداران باند ها هم همین فاصله و اختلاف به چشم میخوره. در مجلس ارتجا برخی از مهره های ولایت عربده میکشن که اصلا این مذاکرات که حتی نفس کشیدن ما رو هم برای اونها قابل کنترل کرده چه نتیجه داره. جالب اینه که در همون حال همینها از تیم مذاکره کننده تشکر میکنن و میگن که از نفس مذاکره حمایت میکنیم. سرکرده یک دار و دسته از باند خامنه‌ای موسوم به جمعیت ایثارگران میگه نباید به هر قیمت سر میز مذاکره بشینیم. دیگری میگه این توافقنامه راه زیاده‌خواهی آمریکا رو باز کرده. ولایتی مشاور ویژه خامنه‌ای که حالا به کرسی سابق روحانی توی مجمع تشخیص مصلحت نظام تکیه زده میگه مذاکرات به بنبست نرسیده و ادامه داره. نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس ارتجا که مهره باند خامنه‌ایه همه رو به پشتیبانی از تیم مذاکره کننده فرا میخونه. اما در این میون از همه جالبتر پاسدار شریعت مداریه که اخیراً کیهان خامنه‌ای رو به صحنه اعلام زاویه با ولی فقیه تبدیل کرده. شریعت مداری با اختصاص عنوان یادداشت امروز این روزنامه به خوشبختانه بی نتیجه ماند، دجالگری آخوندی رو علیه سردجال به کار گرفته و زیر پای خامنه ای رو خالی کرده. از یک طرف به نقل از حضرت آقا تیم مذاکره کننده رو محترم و فرزندان انقلاب نامیده و اظهارات خامنه ای رو با پسوند حکیمانه تزیین کرده، اما از طرف دیگه بلا فاصله همون تیم مذاکره کننده مورد نظر و رضایت حضرت آقا رو وادادگان و ساده انگارانی توصیف کرده که از فرط خوشبینی سرشون کلاه رفته. در مقابل این زیرابزنی دجالانه و خمینی صفتانه شریعت مداری که از بی نتیجه موندن مذاکرات ابراز خوشنودی کرده، رسانه های باند رفسنجانی جواب دادن که فصل دورگردی کاسبان تحریم و دلواپسی فرا رسیده است. آنها که مترصد فرصتی هستند تا جیبهایشان را با اختلاس یا دست کردن در جیب مردم پر کنند. حالا سؤال اینه که این بلبشی از چه چیزی ناشی میشه؟ جواب رو میتونیم از سرمقاله روزنامه حکومتی مردم سالاری وابسته به باند رفسنجانی به دست بیاریم. اونجا که به باند رقیب تحت عنوان پس پرده نشستگان و خودسران هشدار میده که فضایی ساخته خواهد شد که خودسر و محرک و مشوق همه زیان کنند. این را حکم روزگار به ما میگوید. بله، این اعتراف وحشت‌آلود ناشی از واقعیت‌های سرسخت جامعه‌ای که از لشکر عظیم گرسنگان و فوج‌های میلیونی بیکاران به ویژه جوان‌ها و فارغ التحصیلان بیکار تشکیل شده و مثل انبار باروت در انتظار یک جرقه است. بلبشو در بیان نتیجه مذاکرات ناشی از همون بنبستیه که رژیم آخوندی با تمامی باندهاش در اون گرفتاره.